خب برای پیدا کردن مابقی علامت سرکلیت ها ما از نوت لا این سری یک پنجم درست رو به پایین حرکت می کنیم و به نوت ر می رسیم این توالی رو می نویسیم کامل ر می فا سو لا سی دو ر و بر اساس ساختاری که صحبت شد الگوی مینو رو روش اعمال می کنیم ر تا می یک پرده هست می تا فا نیم پرده تا اینجا همه چی درسته فا تا سل یک پرده سل تا لا یک پرده لا تا سی بر اساس الگوی مینور باید نیم پرده باشه که من اینجا باید سی رو بمول کنم تا این ساختار و فاصله درست بشه سی بمول تا دو یک پرده دو تاره هم یک پرده پس اینجا میرسیم به علامت سرکلید گام رمینور که اولین بمول رو گرفت یعنی سی بمول ادامه میدیم موضوع رو با یک فاصله پنجم درست به پایین از نوت ر یعنی میرسیم به سل قطعا خب الان قراره که سل مینور رو ما پیدا کنیم سل لا سی دو ر می فا سل ساختار پرده و نیم پرده رو اعمال میکنیم روی نوت سل و بررسی میکنیم ببینیم چه می پیدا میکنه سل تا لا یک پرده لا تا سی به مول نیم پرده سی ب مول تا دو یک پرده دو تا ر یک پرده ر تا می اینجا باید ما می رو بمول کنیم تا فواصل نیم پرده ایشون درست بشه می بمول تا فا یک پرده فا تا سل هم یک پرده پس با همین روش وقتی که پیش بریم میبینیم که توالی بمول ها برای گام های مینور پیدا میشه باز هم تاکید میکنم که حتما حتما اگر توالی بمول ها رو حفظ نیستید از گام های ماژور شروع کنید به حفظ کردن همونطور که در این اسلاید ملاحظه میفرمایید ما از نوت لامینور که ریفرنس ما بود برای گام های مینور طبیعی استفاده می پنجم درست پنجم درست رو به پایین حرکت می کنیم و تک تک توالی بمول ها رو پیدا می کنیم که من به شما توصیه می کنم برای تک تک این گام ها این کارا رو انجام بدید محاسبات رو توی دفاتر نوتتون بنویسید از هر پایه‌ای که شروع می کنید مینورش رو بسازید هم باعث میشه که تسلطتون روی گام ها بیشتر بشه هم مبحث تئوری موسیقی به بهترین شکل براتون جا می‌افته.